درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستان خوراک بهشتی از حکایت‌های سندباد‌نامه. یک روزی بود و یک روزگاری، یک روباه بود که مانند همه روباه‌ها حیله‌گر و ناقلا بود و چون زور و قدرتی نداشت که مثل شیر و پلنگ شکار کند، ناچار همیشه با زبان بازی و مکر و حیله مرغ‌ها و حیوانات کوچکتر را گول می‌زد و با حرف‌های خوب به آنها نزدیک می‌شد و آن وقت ناگهان آنها را می‌گرفت و می‌خورد. یک روز روباه از راهی در میان صحرا می‌گذشت. با خودش فکر می‌کرد که امروز هیچ چیز نخوردم و خیلی گرسنه‌ام. باید خوب حواسم را جمع کنم و اگر با خرگوشی، کبکی، مرغی، خروسی چیزی روبرو شدم، کاری کنم که از من نترسد و فرار نکند. روباه آهسته آهسته راه می رفت و نقشه می کشید که وقتی یکی از حیوانات باب دندان خود را گیر بیاورد، چه قیافه‌ای باید به خود بگیرد و چه حرفایی بزند که بتواند به آنها نزدیک شود. اما ناگهان در سر راه خود چیز عجیبی دید. وسط جاده یک مشت علف پخش شده بود و اطراف آن چند تکه چوب و مقداری نخ افتاده بود و در میان آنها هم یک ماهی تازه دیده می شد. یک ماهی چاق و چله و تر و تازه. اول روباه خیال کرد از زور گرسنگی چشمایش عوضی می بیند و دیدن ماهی حقیقت ندارد. ولی کمی پیشتر رفت و خوب نگاه کرد. دید بله، یک ماهی حسابی است و بوی گوشت ماهی هم به دماغ می رسد. شاید اگر حیوان گوشتخوار دیگری بود فوری جلو می رفت و ماهی را می خورد. اما روباه با اینکه گرسنه بود همانجا ایستاد و با خودش فکر کرد. خب در اینکه این ماهی است شکی نیست. گوشت ماهی هم خیلی خوشمزه است. اما من باید بفهمم که در اینجا ماهی از کجا آمده. اینجا کنار دریا نیست که بگوییم ماهی خودش را از آب بیرون انداخته و هلاک شده. مغازه ماهی فروشی هم که نیست. آشپزخانه هم که نیست. ماهی هم که یک حیوان صحرایی نیست تا بتواند با پای خودش به اینجا برسد. پس وجود این ماهی در میان صحرا از دو حالت خارج نیست. یا این چوب‌ها و نخ‌ها دام شکار است و این ماهی را یک شکارچی اینجا گذاشته و خودش هم در گوشه‌ای پنهان شده تا حیوان طمع‌کاری را به دام بیاندازد، یا اینکه یک صیاد ماهیگیر از دریا ماهی زیادی گرفته بوده و از این راه عبور کرده و این ماهی از کوله‌بارش افتاده و نفهمیده. در هر حال احتمال خطر است و در خوردن ماهی عجله نباید کرد. روباه چند وقت پیش از آن یک بار دیده بود که چگونه دام شکار ناگهان از جا تکان خورد و یکی از دوستانش را در تله انداخته بود. این بود که با خود عهد کرده بود که هیچ وقت در گرفتن و خوردن چیزهایی که درست وضع آن را نمی شناسد عجله نکند. امروز هم با خود گفت فعلا در این صحرا هیچ کس پیدا نیست که ماهی را ببرد. پس بهتر است ماهی را بگذارم تا وسیله‌ای برای امتحان پیدا کنم. شاید هم خوراک دیگری پیدا شود که از ماهی بدتر نباشد. روباه ماهی را همینطور گذاشت و در جاده پیش رفت. اما مقدار زیادی راه رفت و هیچ چیز خوراکی پیدا نشد. تا اینکه از دور نگاهش به یک میمون افتاد که در همان راه می رفت. روباه دانست که میمون را نمیتواند بخورد، اما میدانست که همه کس را با زبان چرب و نرم میتواند گول بزند و با دیدن میمون حیله‌ای به خاطرش آمد و با خود گفت به هر کلکی هست میمون را تا سر بساط ماهی میبرم و اسرار آن را میفهمم. این بود که حیله بازی خود را شروع کرد. با عجله رفت نزدیکتر و از پشت سر میمون را صدا زد که جناب آقای میمون باشید، عرض لازمی دارم، خواهش میکنم کمی صبر کنید. میمون سر برگردانید و وقتی روباه را دید دوباره شروع کرد به رفتن و همین که نزدیک درختی رسید
از درخت بالا رفت و آنجا نشست. روباه هم رفت نزدیک درخت و جلوی میمون ایستاد و به میمون تعظیم کرد و تون تون بنا کرد حرف زدن. قربان، سلام عرض می کنم. نمی دانم چگونه شکر خدا را به جا بیاورم که شما را در اینجا ملاقات کردم. بسیار خوشبختم که امروز عاقبت به مقصود رسیدم و توانستم خدمت شما شرفیاب شوم. باور بفرمایید امروز تمام صحرا و جنگل را در جستجوی شما زیر پا گذاشتم تا به اینجا رسیدم. خدا را شکر. حالا خواهش می‌کنم عجله بفرمایید که وقت خیلی کم است. بفرمایید پایین. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. همه منتظر شما هستند. میمون که از این حرفا تعجب کرده بود جواب داد: نمی‌فهمم چه می‌خواهی بگویی. مقصودت از این حرفها چیست؟ روباه گفت: آخر الان تمام حیوانات در میدان جنگل جمع شدند و منتظر تشریف فرمایی شما هستند. خواهش میکنم بفرمایید زودتر برگردیم. در راه صحبت میکنیم. میمون پرسید: حیوانات منتظر تشریف فرمایی منند؟ برای چه؟ مگر چه خبر شده؟ لابد عوضی گرفته ای؟ من با حیوانات کاری ندارم. روباه گفت: ای وای، معلوم می شود که شما دیروز در جنگل نبوده اید که هنوز خبر ندارید. امروز صبح در جنگل قیامت بود. دیروز تمام حیوانات درنده و پرنده و چرنده جمع شدند و شیر بزرگ را از ریاست انداختند و او هم از جنگل فرار کرده و رفته. آخر شیر خیلی بد شده بود، به همه ظلم می کرد و زور می گفت. ناچار حیوانات همه همدست شدند و او را از ریاست برداشتند. بعد برای انتخاب مقام ریاست رأی گرفتند که چه کسی را امیر و رئیس خود سازند و همه ی حیوانات گفتند که پیشوای ما باید از میان میمون‌ها انتخاب شود. میمون گفت: این کار به نظر من کار درستی نیست. یک میمون هر قدر هم زیرک و با سیاست باشد نمیتواند حیوانات دیگر را زیر فرمان خود بیاورد. البته ما میمون ها خوب میتوانیم ادای هر کاری را در بیاوریم، اما کلاه ریاست برای سر ما بزرگ است. ما با این کار موافق نیستیم. رئیس حیوانات باید کسی باشد که عقل و شعورش از همه بیشتر باشد و زورش هم به همه برسد. روباه گفت: خواهش می کنم کم لطفی نفرمایید. وقتی همه حیوانات راضی باشند دیگر اشکالی ندارد. امروز دیگر دوره زورگویی و گردن کلفتی گذشته است و وقتی همه رأی دادند و خودشان یکی را انتخاب کردند، البته که از او پشتیبانی هم می کنند. اتفاقا لیاقت میمون ها هم از همه بیشتر است. میمون ها زبان آدم ها را بهتر می فهمند. از درخت می توانند بالا بروند. هنرمند و باهوش هم هستند. زور و قلدری را هم دیگر کسی نمی پسندد. حیوانات پیشوای لازم دارند که عادل باشد و تا امروز هیچ کس از طایفه میمون ها بدی ندیده است و طایفه میمون ها هم یک صدا و یک زبان شما را انتخاب کردند و الان در میدان جنگل جشن گرفتند و من مأموریت داشتم که به شما خبر بدهم تا هرچه زودتر تشریف بیاورید تا کارها مرتب شود. آخر خوب نیست که شما از قبول مسئولیت خودداری کنید. میمون هنوز تردید داشت، اما طمع ریاست در دلش پیدا شد و جواب داد: چه بگویم، نمیدانم. روباه گفت: دیگر کار تمام است، فرصت را نباید از دست داد. عجله کنید، بفرمایید برویم. و میمون که از این پیش آمد خوشحال شده بود از درخت آمد پایین و با روباه همراهی کرد و از همان راهی که آمده بودند برگشتند. اما میمون هنوز تردید داشت و مثل اینکه حرفهای روباه را باور نکرده بود. روباه هم فرصت فکر کردن به میمون نمی داد و پشت سر هم حرف می زد و از ریاست و حکومت و پیشوایی صحبت می کرد و میمون را تشویق می کرد که بعد از قبول مسئولیت همیشه عدالت را در نظر داشته باشد و سعی کند که
ظلم‌های شیر را تلافی کند تا تمام حیوانات در سایه عدل و داد میمون شکر خدا را به جا بیاورند و نفس راحتی بکشند. همینطور می رفتند و روباه مرتب حرف می زد و وقتی نزدیک شد که به بساط ماهی برسند، روباه دنبال حرفهای خود گفت: من همیشه به فال گرفتن و استخاره کردن عقیده داشتم. بعضی ها می گویند فال و استخاره و این چیزها از خرافات است، ولی من از پدرم شنیدم که اینها حقیقت دارد. پدرم همه چیز را می دانست. هیچ وقت نمی گفت نمی دانم. و اگر هم حرفی می زد و قبول نمی کردی و دلیلش را می پرسیدی، اوقاتش تلخ می شد. اما در این مورد من خودم هم تجربه کردم. هر وقت از ته دل نیت می کنم و از خدا راه نمایی می طلبم، معجزه می شود که خوب و بد کار بر من معلوم می شود. حالا هم بد نیست در این کار خیر نیت کنیم و خیر و شر کار را از خدا بپرسیم. بعد روباه دستهای خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، خداوندا، تو ظاهر و باطن همه چیز را می دانی. ما تو را به همه خوبان و مقربان درگاهت قسم می دهیم که اگر ریاست و پیشوایی میمون برای خودش و برای همه حیوانات خیر و خوب و مبارک است، نشانی خوبی و خیر آن را بر ما ظاهر کنی. اگر هم عاقبتش بد است، نشانی بدی را ظاهر سازی. خدایا، خداوندا، تو از همه بهتر می دانی. در این موقع به نزدیک بساط ماهی رسیده بودند و روباه ناگهان با خوشحالی فریاد کرد: الله اکبر، دیدی که دعای ما مستجاب شد و استخاره خوب آمد و فال ما با خیر و خوبی همراه شد؟ این هم علامتش، ماهی تر و تازه در وسط بیابان خشک. شاید هم یک خوراک بهشتی است که خداوند برای نشان دادن خیر و برکت از بهشت فرستاده است. اینک باید میمون عزیز ما با این نعمت بهشتی دهان خود را شیرین کند و از پیش آمد کارها خوشحال باشد. میمون که خیلی تعجب کرده بود، خوشحال و خندان به روباه گفت: راست گفتی، این یک معجزه است، ولی خواهش میکنم اول شما بفرمایید. ما با همه یگانه هستیم و هر چه را خدا برساند باید با هم بخوریم. روباه جواب داد: غیر ممکن است، محال است من چنین جسارتی بکنم. این خوراک بهشتی را محض خاطر شما از آسمان فرستادند و حق شماست. من خوشحالم که خداوند دعای مرا قبول کرد. ما هم نمک پرورده هستیم. خواهش میکنم شما بفرمایید این ماهی شیرین را میل کنید و زود برویم که حیوانات منتظرند. میمون که اشتهایش برای خوردن خوراک بهشتی تیز شده بود، بی خیال به طرف ماهی رفت و دست دراز کرد که ماهی را بردارد. اما هنوز دستش به ماهی نرسیده بود که چوبها و نخهای تله از جای خود تکان خورد و بر دست و پای میمون محکم شد و همانطور که روباه حد زده بود، میمون در دام افتاد. روباه دیگر حرفی نداشت که بزند. دام کار خودش را کرده بود. شکارچی هم هنوز پیدا نبود. روباه فرصت را غنیمت شمرد و زود خودش را به ماهی که به کنار مانده بود رسانید و شروع کرد به خوردن. میمون که هنوز نفهمیده بود همه این زبان بازی ها برای همین ماهی بوده، به روباه گفت: پس چرا اینطور شد؟ چرا من گرفتار شدم و ماهی را تو میخوری؟ روباه گفت: بله، هر کسی باید خودش حساب کار خودش را داشته باشد. ریاست و بزرگواری گاهی زندان و گرفتاری و این چیزها را هم دارد. تو گرفتار شده ای چون که ماهی را دیدی و دام را ندیدی. من هم ماهی را میخورم چون که در کار خودم حواسم جمع است و بیگدار به آب نمیزنم. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظراتتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. شاد و پیروز باشید.